چیکار کردیم؟ موفق شدیم؟ حالا بیایم با هم اینجا دقیقا همون داکیومنت که با هم دیدیم رو با هم چکش کنیم و کدش رو با هم بزنیم و شما هم با کد خودتون مقایسهش کنید، ببینید کجاش با کد شما تفاوت داره یا اگه مشکلی دارین اینجا با هم چکش کنیم که حل کنیم. خب بیایم ببینیم تسک اولی که داریم چی بود. اینه که یه دونه فایل جدید گو بسازیم و پکیج رو براش ست کنیم و فانکشن مین رو هم به اون اضافه کنیم. میایم اینجا یه دونه فایل جدید گو میسازیم، exercise.go. توی اون میایم پکیج رو واسش ست میکنیم. هنوز ما پکیج رو یاد نگرفتیم دقیقا چه کاری واسمون انجام میده و برای چی داریم اینو ست میکنیم، ولی سر دوره پکیج و ماژولا اینو دقیق با هم یاد میگیریم که چرا پکیج رو استفاده میکنیم و چه کاربردی داره و اصلا چرا هر فایلیمون نیاز داره که یه پکیج اون بالاش داشته باشه. خب بعد از اینکه پکیج رو براش ست کردیم، میایم فانکشن مینمون هم اینجا اضافه میکنیم و گفتیم که فانکشن مین فانکشنیه که وقتی شما این فایل رو اجرا کنید به صورت دیفالت میره این فانکشن رو براتون اجرا میکنه. این از تسک اوله. تسک دوممون چی بود؟ دو تا متغیر رو بسازیم، یکی برای اسم کوچیکتون، یکی هم برای نام خانوادگیتون. و حواستون هم باشه هر کدوم از این متغیرها رو باید به یه روش مجزا بسازین، همونجوری که با هم یاد گرفتیم. میایم میگیم که first name، اسم متغیرمون رو میذاریم که مشخص هم باشه دقیقاً چه چیزی داریم توش می‌ریزیم. دو نقطه مساویه با کیارش. دوباره last name، نام خانوادگیمون دو نقطه مساویه با امیری. فقط گفتیم که ما میخوایم به دو تا روش متفاوت بسازیم. پس اینو چجوری میسازیم؟ میایم میگیم که آقا ور، این دو نقطه رو اینجا پاک میکنیم و مینویسیم string. حالا چرا string؟ چون تایپ مقداری که داریم تو متغیرمون میریزیم استرینگ و این شد دو تا حالتی که ما باید برای متغیرامون بسازیم. کار سوممون چی بود؟ فایلمون رو اجرا کنیم و دو تا متغیر رو توی ترمینالمون نشون بدیم. چجوری این کارو می‌کردیم؟ می‌اومدیم از پکیج MFD استفاده می‌کردیم. چجوری می‌تونستیم کارو بکنیم؟ می‌اومدیم تایپ می‌کردیم FM، بهمون سجستشن می‌داد خود VS Code، تب رو می‌زدیم و این بالا هم برامون ایمپورت میشد. باز سر دوره خاص خودش با هم میبینیم که چجوری ما میتونیم یه پکیج رو خودمون بسازیم، اینجا ایمپورت کنیم و چرا اصلا باید اینجا ایمپورت بشه و چجوری اصلا میتونیم خودمون یه پکیج بسازیم اکسپورتش کنیم، همه اونا رو با هم چک میکنیم. ولی برای الان میایم از پکیج MFD استفاده میکنیم و بعدش اگه خواستیم یه فانکشن توش استفاده کنیم چیکار میکنیم؟ میام دات میزنیم و فانکشنای توش رو بهمون نشون میده. ما تا الان از چه فانکشنی برای پرینت استفاده میکردیم؟ از فانکشن پرینت LN. میایم چیکار میکنیم؟ دوتا متغیره که داشتیم رو بهش پاس میدیم، first name و اینم برای last name. خب بیاین اجراش کنیم. میبینیم که وقتی اجراش کردیم کیارش و انیری رو توی ترمینالمون بهمون نمایش میده. اینم از تسک سوم. تسک چهارم چیه؟ باید دو تا متغیر به کدتون اضافه کنیم، سال جاری و سالی که به دنیا اومد. میایم اینجا میگیم current year دو نقطه مساویه با 2023. حالا بریم برای متغیر سالی که به دنیا اومدیم. قرار شد با یه روش دیگه اینو بسازیم. چجوری میسازیم؟ میایم می‌نویسیم var birth year مساویه با چه سالی؟ هر سالی که شما به دنیا آمدین. من میزنم 1300 البته اونور چیز میشه 1985. خب حالا شاید یه سوال واسهتون پیش اومده باشه، چرا ما تایپ رو اینجا براتون مشخص نکردیم؟ اینم یه راه دیگه یه که شما میتونین متغیر بسازین. یه راهش اینه که بیاین بنویسین ور، اسم متغیر، تایپ متغیر
و مقداری که میخواین توی اون متغیر بنویسین. یه راه دیگه‌ش هم اینه که بیاین بنویسین ور اسم متغیر مساوی با اون مقداری که میخواین مساوی باهاش قرار بدین. حالا شاید براتون سوال پیش بیاد دوباره این متغیری که اینجا ساختیم چه جوری تایپش تعیین میشه وقتی ما اینجا مشخص نکردیم؟ این میاد مثل حالتی که ما دو نقطه مساوی گذاشتیم، خود گلنگ متوجه میشه که تایپ این متغیر چیه. وقتی اینجا الان روش هاور کردیم میبینیم که زده ور برتیه که متغیر که این متغیر تایپش هم اینت. خب بیایم ببینیم دیگه باید چی کار کنیم. اینم از تسک چهار روممون. تسک پنجم میگه که بیاین این دوتا رو از هم کم کنیم، توی متغیر ذخیره کنیم و اونو توی ترمینالتون نشون بدین. اینم کاری نداره. میایم یه متغیر میسازیم به نام h دو نقطه مساوی با current year منهای first yearتون. میایم یه اینترم میزنیم، دوباره از پکیج mft استفاده میکنیم، از فانکشن print ln و h رو بهش پاس میدیم و میایم دوباره توی ترمینالمون اجراش میکنیم. میبینیم که 38 رو اینجا برای من داره نشون میده. خب کار بعدی که باید بکنیم متغیری که سال جاری رو توش ذخیره کرده بودیم به علاوه خودش و به علاوه یک کنیم و دوباره مرحله 5 رو باید انجام بدیم. این کاری نبوده که تا حالا انجام داده باشیم، ولی موضوع اینه همه چیزاشو یاد گرفتیم و مشکلی نداریم من انجام این کار. میخوایم چیکار کنیم؟ میخوایم بگیم که کورنتیرمون رو ما میخوایم به علاوه خودش و یک کنیم. میایم دوباره اینجا خودش رو مینویسیم به علاوه یک و مساوی خودش قرار میدیم. چرا اینجا دو نقطه نذاشتیم؟ چون یه بار ما این متغیر رو ساخته بودیم و فقط الان میخوایم مقدار توش رو دوباره عوض کنیم. شاید براتون سوال پیش بیاد که ما الان اشکالی نداره دوباره اومدیم خود متغیر رو به علاوه یه چیزی کردیم توی خودش ریختیم. نه، همچین مشکلی نداریم. ما اینجا میتونیم بیایم از خود متغیر استفاده کنیم، از مقدارش به علاوهش کنیم، منهاش کنیم، هر اپریشنی که میخوایم روش انجام بدیم و دوباره درون خودش بریزیم یا درون هر متغیر دیگه. خب قراره دوباره مرحله 5 رو با هم انجام بدیم. مرحله 5 چی بود؟ قراره دوباره age رو محاسبه کنیم. میایم مینویسیم age مساوی با current year که current year جدیدمونه منهای برتیرمون که اینجا اینو منهای این قرار میدیم. دوباره میایم fnt print ln رو اینجا میذاریم و میایم که اجراش کنیم. خب میبینیم که دفعه اول 38 رو برامون پرینت کرده و دفعه دوم 39 رو. اینم از تسک ششممون. با تسک خود با کاری که خودتون کردین مقایسه کنید، ببینید کجاش تفاوت داشت، کجا به مشکل خوردین، با کد من چکش کنید و اینکه اگر جایی رو دیدین که متوجه نشدین حتما ویدیو قبلی رو باز ببینید تا آماده بشین که ویدیوهای بعدی این رو با هم ادامه بدیم.